یه ابزاری که اینجا به موشن اضافه شده گلیف تول هست. این ابزاری که شما اینجا می‌بینید یه علامت انتخاب به علاوه یک تی که همون مخفف تکسته. اما شما با گلیف تول چیکار میتونید بکنید؟ اجازه بدید من اول بیام توی رندر، لایتینگ، شادوز، رفلکشنز و دپت اف فیلد رو آف بکنم، چون خیلی انرژی زیادی از سی پی یو ما میگیرن، ولی خب خیلی کارایی ندارم برای ما تو این درس، و بیام سراغ این گلیف تول. گلیف تول به شما اجازه میده که روی تک تک حروف کلماتتون کار بکنید. به طور مثال شما میخواید اینجا این اس رو یه مقدار بلندتر بکنید، یا این آی رو کوچیکتر بکنید که یه مقدار هارمونی بیشتری داشته باشه بقیهشون، یا اچ رو باز بلندتر بگیرید که یه خورده بهتر بشه از نظر تصویری، یا هر تغییر دیگه ای که خودتون احساس میکنید مناسبه برای تکستتون میتونید بهش بدید. به طور مثال شما میتونید عرض این اس رو بیشتر بکنید، یا احیانا اگر خواستید حتی میتونید توی محورهای 3D اونها رو بچرخونید. همونطور که اینجا میبینید من میتونم تک تک حروف رو به اون شکلی که میخوام دستکاری بکنم. اما این یک توانایی گلیفه. توانایی خیلی جذاب دیگه زمانی که شما در ترکیب با بیهیویر تکست انیمیشن و به طور خاص سیکونس تکست ازش استفاده میکنید. اگر من سیکونس تکست رو بزنم شما میبینید که باکس اضافه دور این اس من دیده میشه. علتش اینه که شما میتونید این حرف اول رو انیمه بکنید، حالا هر جوری که دوست داشتید، هر تغییری که دوست داشتید براش به وجود بیارید و حروف دیگه از اون تابعیت میکنن. به طور مثال من اینجا کوچیکش میکنم حرف اول رو و یه خورد عرضش رو زیادتر میکنم، میچرخونمش توی عرض یک همچین چیزی. حالا شاید خیلی چیز قشنگی در نیاد، ولی به هر حال من فقط تدریسمون که ببینیم چی میشه. و حالا اگه پلی رو بزنم شما همونطور که میبینید تمام حروف دیگه از این حرف اس ما که به اون شکل تغییر مکان و تغییر ظاهر داد تابعیت میکنن. حالا شما کارهای دیگه هم میتونید تو ترکیب تکست انیمیشن و گلیف تول انجام بدید که بخشی از اونها رو با هم تو درس بعدی میبینیم.